پسر بچه در آبودان از بچگی عادت داشت که زنگ در به مردم رو بزنه و فرار کنه. از قضا بزرگ شد و ترک عادت ننمود. یک روز اتفاقی رفت در به کلیسای آبودان رو بزنه. موقع فرار پاش گیر کرد و به چاله افتاد زمین. تا خواست فرار کنه دیگه دیر شده بود و جناب کشیش در رو باز کرد و از اون ولک که اعظم ریبونی پرسید با کی کار داری؟ بچه سابق آبادلی جواب داد که ایسا خونه است؟ هواپیمایی در حال سقوط بود و یک چتر نجات کم بود. بنابراین یک نفر باید فداکاری میکرد. لیونل مسی یک چت برداشت و گفت من بهترین فوتبالیست جهان هستم و باید نجات پیدا کنم. این را گفت و پرید. براد پیت هم یک چتر دیگر برداشت و گفت من محبوب ترین هنر پیشه جهان هستم و باید نجات پیدا کنم این را گفت و پرید احمدی نجات هم یک چت برداشت و گفت من با هشتری رئیس جمهور دنیا هستم و باید نجات پیدا کنم این را گفت و پرید فقط دو نفر در هواپیما مانده بودند یک پسر نه ساله و پاپ ژانپل دوم پاپ به آن کودک گفت فرزندم من عمر خود را کرده و آینده پیش روی تو است بیا این چتر را بردار و خودت را نجات بده پسر بچه گفت احتیاجی نیست اون آقا که می گفت هوشتری جمهور دنیاست با کل پشتی مدرسه من پرید بیرون به میگن با کالسکه جمله بساز میگه این میوه ها که کالسکه آخوند بالای منبر داد میزد ما اروپا را میگیریم اسرائیل هم میجیریم به خدا آمریکا هم خواهیم گرفت یه دفعه یارو از توی جمعیت داد میزنه هاجاقا اگر روی دیش یه قیلچی اضافه کنی ترکیه رم میتونی بگیری آنگاه که خدا آدم را آفرید با یه برگ او را پوشانید هوا پرسید فقط همین برگ آدم گفت نه یه کوبیده و دوتا تا گوزه هم زیرشه یک روز حضرت آدم میره خونه در میزنه هوا میپرسه کیه؟ آدم میگه آخه دیوانه مجه توی دنیا غیر از من تو آدم دیجی هم هست یه روز یه خانومی رفت بانک تا فیش گازش رو پردا کنه به یارو پشت باجه گفت اوا ببخشید آقا شما گازم میگیرید طرف ترک بود و گفت نه خانم متاسفانه من فقط جفتش میدازم او یه چی همکارم گاز میجیره یه روز یه ترک بسیجی میره تو مسابقات المپیک شرکت کنه ازش میپرسن به چه مقامی فکر میکنی میگه والله من فقط به مقام معظم رهبری فکر میکنم ترک پنچرگیری داشته زن میگیره فردا شب عروسیشون زنش میره پیش بابا شکایت میکنه که این شوهر من شب منو گرفته بود هی فرو میکرد توی وان هموم بابای میره پیش دامادشون میگه هی خره چرا شب اول زندگی دختر منو هی فرو میکردی تو وان هموم ها؟ ترکه میگه والله خب میخواستم سراخش رو پیدا کنم دیجه ترکه توی دهی دکتر بوده میخواسته به یه زن آمپول بزنه زن از این شلیته های لایه لایه پاش بوده هرچی ترکه دامنش رو بالا میزده تمام نمیشده آخرش ترکه خسته و شاکی میشه به زنه میگه به بخش خانم خود شما صفحه چنده ترکه خیاطی داشته یه بشتری زن میاد میگه آقا من یه لباس میخوام وقتی خم از جلو سینه معلوم باشه و از عقبم شرتم ترکه میگه خانو والا ما معمولی میدوزیم خودت هر جا رفتی بگو زندم شب عروسی داماد به عروس میگه هی سچی نه امشب جایی میذارم که هیچ کس نزاشته باشه عروس میگه وا نه،, نه نه گوشم نه اعتراف شاعر ترک دستگیر شده ما ججر گفتیم و عشق آغاز شد سینه مالیدیم و لنجش باز شد چون سرش را بر درش بگذاشتیم ما فشار تاتیم و راهش باز شد ترک شطرنج باز بوده و از مسابقه می اومده سوار اتوبوس میشه یه خانم میاد رد بشه دستش میخوره اونجایی که نباید بخوره خانومه سرخ میشه و میگه ببخشید ترکه میگه نه خانم جان اینطوری نمیشه دست به مهره بازیه یه روز دو نفر داشتن کونه همدیگه میذاشتن کمیته میرسه اونی که داشته میکرده میبینه هوا پسه و فرصت هم نیست بکشه بیرون همینجوری بکردن ادامه میده و بلند بلند میگه چسافت بیشرف به بی ما فش میدی ها از یه دختر ترک شیطون میپرسد کیر چند حرفه دختره میگه والله اجه کلوه باشه چه حرف نداره زده برای هفته بار شوهر میکنه شب عروسی شوهره با تعجب میفهمه که زده هنوز باکره است ازش میپرسه چطور بعد از شش تا شوهر کردن هنوز باکره ای زنه با گلایه و ناز میگه آخه شوهر اولم رشته بود که, کاری ازش بر نمی شوهر دومم کزمینی بود کاری بازانو نداشت شوهر سومم توه بود هی میگفت آدم چه به زن خودش تجاوز نمیکنه چه شوهر تارا باب بود هر شب شرط با در و دست میزد به کودم میگفت آچس آچس حیفس دوباره پام می میچرد شوهر پنزه هم باب همه دانه بود هر شب چیرشو در بیا, در بیا می میگفت دارم دارم خوبشو دارم دوباره میزد سر تاش شوهر ششم هم آقای خاتمی رئیس زمور سابق ایران بود هی سال تمام میگفت میکنیم میکنیم آخرش هم نچرد ترکه با یه زن خارجی دوست میشه و ازش میپرسه اسم شما چیه زنه میگه اوا آلبرت کریستیان ترکه میگه خوشبختم بدم سفر اله آبز کریستیان ترکه برای اولین بار ساندویچ میخوره وقتی میرسه منزل خانمش میپرسه نهار چی خوردی ترکه میگه وال اسمش یادم نیست ولی هر وقت بازش میچردم شبیه مال تو بود و وقتی میبستم شبیه مال من میشد توی تبریز حکومت نظامی بوده یارو سروانه به سربازش میگه تو اینجا کشیک بده از ساعت هفت شب به بعد هر کس رو تو خیابون دیدی درجا بزنش حرفش که تموم میشه تا میاد بره سوار ماشینش بشه میبینه صدای گلوله اومد برمیگرده میبینه به به سرباز زدی بدبختی رو کشته داد میزنه احمق الان که تازه ساعت پنج بعد از ظهره سرباز میگه علده ای قربان این آدرسی که پرسید عمرن تا ساعت نه شب پیداش نمیچرد ترکه میره آمپول بزنه تا دکتر سوزن و میزنه پا میشه و داد میزنه حیوان مجه کوری سراخ به این گندجی ترا میزنی بغلش ها ترکه میره آمریکا پیش رفیقش از قضا همون موقع کنسرت ابی بوده رفیقش میگه پاشو بریم یه حالی بکنیم جلوی در سالن یک بابایی واستانه بوده سیدی میفروخته هی hey, داد میزده سیدی ابی سیدی ابی تور که یه نگاهی به یارو میکنه به رفیقش میجه های احبرا ببین رو خدا مردم تغن خنجن این یارو ای این همه سال توی آمریکاست هنوز ای بی سیدی رو یاد نگرفته یه ترکه میخواسته غیر قانونی از مرز خارج بشه میگیرنش ازش میپرسن با چه ارزی از کشور خارج میشی؟ میگه با ارز معذرت ترکه وایستاده بود تو صف اتوبوس میبینه نفر کنانیش یه کتاب کلوف دستشه روش نوشته فلسفه و من منطق ازش میپرسه به بخش قربان این چیه؟ فلسفه و منطق دیجه چیه؟ یارو میگه ببین مثلا شما تو خونهتون آکواریوم داری ترکه میگه آره ترمی پارسی یارو میگه خب تو آب تو آب این ماهی رو عوض میکنی بهشون غذا میدی ترکه میگه خب آره میگه خب چرا ترکه میگه آخه بهش غذا ندم چه میمیره یارو میگه آفرین پس فلسفه تو از غذا دادن به ماهی اینه که زنده بمونن ترکه میگه عجب زلال خالق یارو میگه ببین شما اگه خواهرت خب حالا منطق چیه؟ چی فکر میکنی؟ ترکه میگه یه شب دید بیاد خونه خوب فکر میکنم کار داشته دیر و بده میگه خب حالا اگه شب دوم باز دیر بیاد چی میگه خب فکر میکنم رفته خونه او یه چی خواهرم میگه حالا اگه شب بعد هم دیر بیاد چی میگه خب بهش شک میکنم دیگه یارو میگه هان یعنی از لحاظ منطقی شک میکنی که چون خواهرت هر شب دیر بیاد لاب لابوت کار بد میکنه ترکی میگه آها پس فلسفه منطق اینه بعد یه مدت میگه ترک میره یه کتاب فلسفه و منطق میخره رفیقش میبندتش ازش میپرسه از این فلسفه و منطق یعنی چی میگه ببین شما تو خونتون آچواریوم دارید رفیقش میشه آره ترک میگه هان پس خواهرت زنده است توی جهنم تمام جنده های دنیا رو میریزن توی دیگ بزرگ روی آتیش به ترکیه ملاقه میدن و میگن همشون بزن همینطوری که هم بیزده یه جنده سفید اروپایی میاد بالا و میگه عذب جنده سفیدی دوباره هم میزنه یه جنده سبزه میاد بالا میگه عذب جنده بانمچی هم میزنه یه جنده آفریقایی سیاه سخته میاد بالا تون هم میزنه ترکه میگه وای تتا وای جنده ها ته جرفتن. به ترکه میگن مار بابا نیست نیز زد و فوت کرد میگه از پشت زدش میگن آره میگه مار مکسره یه ترکه میره مشهد وقتی از راه دور گنبد حرم رو میبینه میگه یا امام رضا قربانت علوم چرا با این همه طلای چه داری هشتم شدی انواع سایز کرست از نظر بچه های ترک والا هفتاد و پنج تو رشده هشتاد تو بشده هشتاد و پنج بهشته نوت درشده دو صدم بالشته طور که توی آینه خودش رو میبینه و بعد میگه این چه آشناست بعد از یه ساعت فکر کردن داد میزنه فهمیدم این همون کرهخریه چه امروز تو آرایشگاه یه ساعت زده بود به من همسایه ها نصف شب با صدای داد و فریاد از خواب بیدار میشند و سراسی به خودشون رو به خونه از خراغا که صداش از اونجا میبت میرسوند. میبینند که از خراغا با چهره برافروخته در حالی که چاقوی آشپزخونه رو تو دست داشت زیر درخت توت تو تحیید ایستاده بود و پسرش رو که از ترس بالای درخت رفته بود و تحدید میکرد بی, بی شرم پدرسج مادر زنده هر چی ازش میپرسن موضوع چیه فقط پشت میشنوند. خلاصه با هزار زحمت از خرقه رو از اونجا دور میکنن و به داخل خونه میبرن پسر با ترس و لز از درخت پای میاد و ازش میپرسند چی شده؟ چی کار کردی که این همه ازش شاکیه؟ میگه ولش کنید بابا اصلا زنبه شوخی نداره یه عمر مادر منو میکنه من هیچی بهش نمیجم یه بار مادرشو چردم ببین چه گریگی به راه انداخته به یه ترکی میگن بچت هشیش میکشه میگه هشه چیه؟ میگن یه چیزیه که آدم میکشه و میره تو فضا شب پسرش میاد خونه و ترکه بهش میگه کار هشیش میچشه؟ پسره میگه نه بابا چطور مجه؟ ترکه میگه خفش رو پدر سج مردم تو آسمون نادیدنت ترکه میره بالای پل آبر پیاده و داد میزنه حالا من خه من نفهم من اولاغ آخه شما اینجا رودخانه میبینی چون اومدی روش پل زده؟ ترکه زن میگیره ازش میپرسن راجبش تحقیق کردی؟ ترکه میگه والا آره هرچه از چرده راضی بوده از یه ترک پرسیدند منطقه شما به چند بخش تقسیم میشه ترک جواب داد والا اولا نه ترک بگو تو سادیت منطقه ما به سه قسمت مساوی تقسیم میشود یک آذربایجان شمالی دو آذربایجان جنوبی سه آذربایجان حوزه دریای کارایب ترکیه توی همون جرق میزده یهو باباش میاد تو میگه چه داره میخوری که میگه به تو ته مال خودم میخوام تون تون شوره بشه تیم ساره یه روز پادگان به اولی نفری که میرسه میگه سرگرد من دیشم زدم و کردم انجام وظیفه بوده یا بیگاری سرگرد با خودش میگه بازی میخواد یه چیزی از دهن ما بکشه بیرون بعد وقت مون کنه خدا سبات تپته میگه چه ارز کنم قربان تیمسار شاکی میشه میگه خواهی بر سر احمقت کنند خلاصه تیم سال کل پادگان رو میگرده هیچ, کس... هیچ کس, بهش درست جواب نمیده یه جا می بینه یه سرباسف داره جارو میکنه بهش میگه سرباز من دیشب خانم کردم انجام وظیفه بود یا بیگاری سرباز خیلی محکم جواب میده انجام وظیفه بود تیم سال کف میکنه میگه واسه چی؟ سربازه میگه چون اگه بیگاری بود میدادید ما بکنیم به ترکه میگن با آب و برق و خاک جمله بساز میگه خاش بر سر من چه آبم مثل برق میاد ترکه میره تعلیم رانندگی ازش میپرسن چطور بود میگه بد نبود اما معلمش خیلی مذهبی بود میگن واسه چی؟ میگه والا من هر کاری میچردم هر جایی میپیچیدم هی میگفت یا ابوالفضل یا حضرت عباس یا میگفت امام حسین ترکه به خالش میگه یادت میاد وقتی بچه بودم به میگفتی تو رو بخورم خالش میگه آره ترکه میگه هنوز هم سر حرفت هستی شب عروسی ترکه بوده خلاصه شام رو میکشند و میخورند بعد چند ساعت بزن و به رقص بعد ملت میان خداوزی میکنن که برگردن سر خونه زندگیشون یه هایی ترکه بدو بدو میره جلوی در وامیسته و جلوشونو میگیره میگه کتا من این همه پول خرج کردم که فقط یه نفر رو بکنم ترکه میره خاستگاری از دختر خوشش نمیاد به بابایی عروس میگه ما میریم یه دور بزنیم برمیگردیم راستی تا ساعت چند شما باز هستید بعد از مدت ها انتظار یه روز ترکه زنگ میزنه خونه دوست دخترش بهش میگه هی خره ما خالیه پاشو بیا خونه ما دختره میره هرچی در میزنه کسی در رو باز نمیکنه طور که تو کلیسا نشسته بوده یه هایی میبینه یه دختر خیلی خوشگل میاد تو میدوه میره پشت یه مجسمه قایم میشه دختره میاد میشینه جلوی مهراب و اینجوری دعا میکنه ای خدا تو به من هر چی دادی پول دادی قیافه دادی خانواده خوب دادی فقط از یه چیز میخوام اونم یه شوهر خوبه یا حضرت مسیح خودت کمکم کن ترکه از پشت مجسمه میاد بیرون میگه هی هی ایسا حل نده حل نده زشته خودم میرم. ترکه به دوست دخترش میگه بس بده دختره میگه نه ترکه میگه به زهنم به خاطر خودت گفتم من خودم زن دارم. ترکه توی مشهد بچهش گم میشه نزد میکنه و میگه یا امام رضا دستم به دامنت بچهم پیدا بشه دیگه غلط بکنم بیان مشهد از ترکه میپرسن دوازده امام رو میشناسی؟ میجه آره میجن خب نام ببر میگه اونجوری چه نه اجر ببینم میشناسم به ترکه میگن موقع سکس چطوری زنده تو دیوونه میکنی میگه والا وقتی کارم تم شد چیرم و با پرده پاچ میکنم یه روز یه ترکیه یه رشتیه میرم با هم جده خونه بعد از اینکه کارشون تموم میشه بعد رشتیه رو میکنه به ترکه و میگه باید این چی بود زن خودم که بهتر بود بعد ترکیه بر میگرده میگه والا راست میجی زن خودت بهتر بود ترک بسیجی میره لاس وگاس زنگ میزنه به خانومش میگه هی hey, سچی نه فکر کنم شهید شدم خانومش میگه چرا؟ ترکه جواب میده آخه اینزا بهشته به طور که میگن سفر حد چطور بود؟ میگه والا عالی بود، خیابوناش تمیز بود، برزاش بلند بود، ماشینا همه آخرین مدل. یه تایی دیدنی هم داشت که خیلی شلوغ بود، من نرفتم. هواپیما داشته سقوط میکرده همه جیغ میزنند بجز جز ترکه ازش میپرسند چرا تو ساکتی میگه مال بابام چه نیست بذار سقوط کنه به جهنم از یه ترکی میپرسند زد چقدر مهر کردی میگه والا مهر چه نامزد بودیم آبال و آزر خیلی چردم یه شب ترکه بزنش میگه عزیزم کزات بذارم یهو پسرش از پشت در میگه بابا کودش بذار امروز منو خیلی اذیت کرد نظر یک ترک در مورد سند خانم ها Uh, والا چی بجم خانم ها در 18 سالجی مثل توپ فوتبال هند یعنی 22 نفر تنبال شدن در سن 28 سالجی مثل توپ هاچی هند یعنی 10 نفر فقط تنبال شدن در سن 38 سالجی مثل توپ گلف هند یعنی یک نفر فقط تو بالشه. در سن 48 سالجی توپ پیمپونج هند یعنی دو نفر هی از خودشون دور میکنند و به طرف مقابل پاس میدهند در سن پنجاه های مثل توپ زنجی هست. یعنی هیچی زورت نداره چه از ست متری اینا رد بشه. نظر یک ترک در مورد انواع دخترها. فالاتی پجم. سیزده سال مثل ببو هست. هیفده سال مثل لیمو. بیست دوتو سال ها مثل هلو. بیست و دو ساله ها مثل آلو سی و پنج ساله ها مثل لبو سی و پنج ساله ها مثل چدو و و پنج ساله ها مثل لولو شست و پنج ساله ها هم همه گوزو هستن یه روز یه ترکه رفت پیش دکتر و گفت والا از شب اول عروسی تا حالا شبیه هفت هشت بار زنم رو چردم اما از دیشب تا حالا دیجه نمیتونم دکترم گفت همینه دیگه با کیر صرف تخت گاز رفتی خواهی سوزندی ترک سوار تاکسی میشه میشینه کنار دختر آخر تیکه یه مدت میگذره بر به دختر میگه به بخشت خواهر یه سآل جنسی داشتم دختر میگه خفش کسافت نکبت باز یه مدت میگذره ترکه میپرسه به بخشت میتونم یه سوال جنسی بپرسم؟ دختر میگه گمش و سال جنسیت رو برو از اون ننه قهبت بپرس خلاصه ترکی اونقدر گیر میده تا آخر دخ... دختره حوصله سر میره و میگه بپرس ببینم چه مرگته ترکی میگه شرمنده خواهر جنسه این شلوارتون از چیه به ترکی میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن یعنی چی میگه یعنی خواهر جیجر منه ترک جدا آورده بوده خونه جده همینجوری که داشته ساک میزده کیر ترکیه رو مثل میکروفون میگیره و میگه خدایا تو شاهدی که این ظالم منو مجبور به این کار کرده تا این کارو بکنم خودت منو ببخش ترک هم سریع کیر خودش رو میگیره و میگه خدای درو میجه تازه ده هزار تومدم جرفته ترکه سنگ میزنه 118 و میپرسه و شماره آباس آقا رو داره؟ یارو میگه نه میگه پس من میجم تو یادداشت کن داشته باشی خوبه ترکه رو میبرن کنانتری میگه چرا منو اینجا آوردین میگن واسه عرق خوری. میگه پس چرا نمیاریم بخوریم ترکه با یه دختر دوست میشه از دختری میپرسه به اسم شما چیه؟ دختره میگه اسم من شراره است من همه من صدا میکنن شراب ترکه هم میگه منم اسکرم اما دوستام همه صدا میکنم اره عرسجی به یه ترکه میگن چرا قبض آب و برق رو دوست داری؟ میگه تو پشت اون نوشته مشتور چه جرابه از ترکه میپرسند چطوری ترک شدی؟ میگه والا اولش تفریحی بود اسفهانی و رشتی و ترکه با هم یه چه کار میکردند یک روز ساعت نهار اسفهانی ظرف قضاشو باز میکنه میبینه قرب سبزیه میگه بازم بازم سبزی است اگه فردا باز قرمه سبزی باشه من خودم از این برج پرد میکنم پاین بعد رشدی ظرف غذاش باز میکنه میبینه کله ماهی داره اونم شاکی میشه میگه او بره اگر فردا همین باشه من خودم پرد میکنم پایین آخری ترکه ظرف غذا رو باز میکنه کوفته داشته حالش به هم میخوره میگه ایلده اگر من این ظرف فردا باز کنم ببینم چفته است خودم پرد میکنم پایین خلاصه فردا سه نفری میان سر کار و در غذاها رو باز میکنن از غذا هر سه تا غذا تکراری بوده اونا هم خودشون رو پرد میکنن پایین باری پلیس میاد واسه تحقیقات باجو خیر زنها شده میگیره که تقصیر شما هاست زن اسمونی میگه وا جناب سرواد من چه میدونسته تو خونه هر وقت قرمه سبزی درست میکردن میخور خور نمیزد زن رشته میگه او بری تو رشت همه کل خور ماهی میخوره من هم خبر نداشت این دوست نداره زن ترکی میگه والا جناب سرواد به والله من یه هفته خونه مادرم بودم این خود واسه خودش گازا درست میکرد از یه ترکی میپرسد فرق کاندوم و چتر نجات چیه ترکه میگه والله چتر نجات اگه پاره بشه یه نفر از دنیا میره اما کاندوم اگه پاره بشه یه نفر به دنیا میاد ترکه میره مشهد و بگه یا امام علی قربون اون سر بریدت برم چه میشه ظهور کنی من اینقدر نیام گم ترک قلچماق هرکولی رفت زیارت خانه الله عربی بر طبق عادتی که خلق شدن شیعه رو بیازارن شروع کرد به دشنام دادن و بدون علت به سمت ترک حمله ور شدن ترک هم سیر کتک زد عرب کم آورده بود و تمام دشنام هایی که در زبان عربی بود و در طول زندگی ننگینش آموخته بود رو حواله ترک نمود. ترک با شنیدن ناسزه های عرب تازی بود پرست بر زمین نشست و عرب هی میزد و ترک هی کتک میخورد. شرطه پلیس اومد و اونا رو دستگیر کرد و اولین سوالی از ترک نمود این بود که با وجود هیکل تنومند و نیرومندی که تو داری چطوری داشتی از این تازی نحیف و لاغر و کمزور کتک میخوردی ترکه با لحجه ترکی به شرطه گفت والا جناب سرکار هی میخواستم بزنم اج هی گرام بخون هی میخواستم بزنم اج هی گرام بخون ترکه یه روز داشته جنده ای رو میکرده آبش نمیمده پیش خودش میگه قبلا چند تا کس کردن پولش ندادم حالا آبم آب و قد کردن ترکه میره داروخانه و میگه به بخش آیا دکتر شما کاندو مشکه داره؟ دکتر میگه داریم ولی واسه چی مشکی میخوای؟ ترکه جواب میده آخه پدر زدم فر کرده شب میخوا بزدم تسلیت بجم فارسه با ترکه دعواشون میشه فارسه میگه ای بابا گیر عجب خری افتادی ما ترکه میگه هی مرتی چه خود جیر عجب خری افتادی ترکه رو به جرم زنا گرفته بودن توی کلانتری سرهنگه بهش میگه خب مرتی که مو به مو تعریف کن چه غلطی کردی ترکه میگه والا اول پستوناشو مالودم سرهنگ یکی محکم میذاره زیر گوشش و میگه خفه شو الدنگ اینجا کلانتریه بگو سینه ترکه که یکم بندومن میکنه و بعد میگه شرمنده بچردم تو چونش تق سرهنگ یکی دیگه میخوابون زیر گوشش و میگه مرتی که مگه نمیفهمی بهت میگم اینجا کلانتریه بگو باسن ترکه یکم جای چکا رو میماله و میگه سشت جناب سرهنج و بعد 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 سرهنگ شاکی میشه میگه ده بنان لیگه ترکه بازم یکم منومن میکنه بعد آروم میگه ببخشید زنم سرهنج کس به چلانتری چی میشه ترکه میره کل پاچه فروشی یارو بهش میگه قربون شش بذارم ترکه میگه نه آقا حتی اقن سب کن من برم قایم بشم ترکه تمام شب فیلم سکسی نگاه میکنه اول صبح خوابش نمیبره پا میشه میره کل پاچه فروشی فروشنده ازش میپرسه آقا آبش رو هم بریزم ترکه میگه نه آبش رو بپاش رو صورتم ترکه عروسی میکنه هفته بعد دست خانومش رو میگیره و میبره دکتر و میگه والله آه دکتر ما بد صدار نمیشیم دکتر میپرسه چند وقت ازدواج کردید ترکه جواب میده فقط یه هفته است دکتر شاکی میشه و میگه داداش من این کس ماکروفر که نیست یه ترکه میره لامپ محتابی بخره داخل مغازه میشه ولی چون نمیدونه چی بگه میگه به بخش حاضقا اجه امکانش هست لطفا یه متر لامپ بدید از ترکه میپرسن توی رابطه جنسی مرد بیشتر حال میکنه یا زن ترکه جواب میده والله وقتی گوشت میخاره انگشت حال میکنه یا گوشت <applause> یه روز ترکه زنگ میزنه خونه دوست دخترشو میگه سلام ببخشید من لحظه دارم دختره میگه آره ترکه میگه پس قطع میکنم دوباره میجیرم طور ماه رمزون میره خونه دوستش میخوابه دوستش بهش میگه سهر صدات کنم ترکه میگه نه همون قزنفر صدام کنی بهتره به ترکه میگم با بالش جمره بساز میگه بالش خیلی خوب یه روز رفته بودم شکار یه پرنده دیدم شدید چردم خود به بالش یارو میگه عجب خری این بابا این بالش نه اون بالش ترکه میگه ها علته پلده دا اون بالش یه روز رفته بودم شکار یه پرنده دیدم خواستم بزنم به اون بالش ولی خور به اون بالش یارو رو کف میکنه میگه خره من بالش توشک نهاف این چیزا رو میگم ولش کن حالا با توشک جمله بساز ترکه میگه با شج خیلی خوب یه روز رفته بودم شکار یه پرنده دیدم والا توشج بودم بزدم به این بالش یا به اون بالش یه روز یه ترکه خواست مسیحی بشه پیش کشیش رفت و گفت قربان عیسی مسیح بشم قربان نده مریم بشم من من بهش ایمان آورده من میخوام مسیحی بشم کشیش وقتی دید که تصمیم ترکه جدیه و ایمان قلبی محکمی به مسیح آورده رفت و آب مقدس رو آورد و سه بار رش کرد و برای صلیب کشید و سه بار این جمله رو تکرار کرد تو مسلمانیستی تو مسیحی هستی تو مسلمان تو مسیحی هستی تو مسلمان تو مسیحی هستی. مسیح هستی و بعد ترکه به ترکه رو کرد و گفت حالا تو مسیحی شدی خلاصه کشیش از کاروبار و کس و کار ترکه پرسید ترکه جواب داد توی فامیل تر شدم دیگه نمیتونم پیش آدما برگردم دل کشیش سوخت و به ترکه گفت پیش من بمون یه نون بخور نمیر داری با هم زندگی میکنیم کشیش در حیات کلیسا چندین مرغ نگهداری میکرد هر روز میدید که تعداد مرغها کم و کمتر میشه یه روز جایی کمی کرد تا ببینه دزد مرغها کیه نیمای شب بود که دید ترکه اومد سراغ مرغها یکی رو برداشت و پاهاش رو بست و روی میز قرار داد و سه بار آب است روی آن رشابه کرد و سلیم و گفت تو مرغ نیستی گوزه هستی تو مرغ نیستی گوزه هستی تو مرغ نیستی گوزه هستی و سر مرغ برید و مشغول پختن مرغ شد یه روز یه ترکه خانوم بلند میکنه و بهش میگه تو تو لبا بخور دختره میگه نه نمیخورم یه خورده خلاصه اثر روش میریزه و میگه بخور دیجه بازم دختره میگه نمیخورم خلاصه ترکه یه،, یه،, خورده روش مربا میماله و یه تیکه خورما و یه کوچولو هم وز میذاره و میگه بخور جه دختره میگه باشه ترکه میگه غلط چردی زرنجه ها حالا چه محصول شد خودم میخورم از یه طور که پرسیدن انقلاب چیه؟ گفت دگرجودی پرسیدن یعنی چه؟ گفت قبل از انقلاب نماز رو توی خونه میخوندیم عرق رو بیرون میخوندیم حالا عرق رو تو خونه میخوریم نماز رو بیرون میخونیم طور که میره میوه فروشی میگه حاطا آقا یه چی رو از این لیموها به ما بده میوه فروشه بهش بر میخوره میگه لیمو چیه مرد مومن بگو سینه نیکل نیک ترکم میگه باشه پاپا یه چیلو از همونا بده در زم گرمون یه چیلو هم جیلاس بده باز میگه فروش بهش بر میخوره میگه آقا جان گیلاس چیه؟ بگو لپای مدونا ترکم میگه باشه پاپا از همونا بعد ترکه کیوی میخواسته میگه قربونت تازه یه چیلو هم از اون تخمای دلسان ماندلا بده ترکیه رو داشتن به جرم قتل زنش محاکمه می داد ستان رو کرد بهش و گفت سنگ در تو وقتی داشتی زن تو می ندای وجدانت رو نشنیدی؟ ترکیه جواب داد نوالله بس چه این زنت زیغ و داد می چد مجمیزاش ما چیزی بشنویم طور که داشته پسرش رو در مورد ازدواج نصیحت کرده و میگفته پسرم خواستی زن بجیری برو از فامیل زن بجیر ببین توی همین دوربر خودمون داید رفته زن داید رو جرفته عمود رفته زن عمود رو جرفته حتی خود من اومدم مادرت رو جرفتم طور که میره پیش آخونده و میگه هاتا پا چفش میشه ناماز خود؟ آخوند میگه نه جانم نمیشود ترکه میگه ولی من خوندم شد ترکه رو به زور وادار به نماز خوندن میکنند. بعد میبینند نشسته همینجوری دعا میکنه میرن گوش میدن میبینن میگه خدایا اینا به زور منو وادار به نماز خوندن کردن تو خودت قبول نکن از طور که میپرسند یه جمله بگو که سه تا دروغ توش باشه میگه دانشگاه آزاد اسلامه دختره به پسره میگه میخوای اونزایی چه آب زدم و بهت نشون بدم قم تو دل پسر تهرانی آب میشه و میگه آره آره دختره میبرد سر خیابون در بهش نشون میده میگه اونزا بود رشتیه میره نجاری و میگه قربانت یک کمود بساز از خرقه توش نباشه تهرانیه میاد شیراز با شیرازیه میرن داخل یه فروشی تهرانی میبینه هیچ که حواسش نیست سه تا شیرنی میذاره تو جیبش و میان بیرون به شیرازی میگه خره نگاه کن اینه حیله تهرانی این بچه تهرانم شیرازیه میگه ها کاخ پس بری بعدم یه چشمه از هنر بچه های شیراز رو نشونت بدم میگه باشه بر میگردن شیرنی فروشیه شیرازی میگه کاکاکو کا صدا شیرنی بده میخوام بر واسه جادو کنم شیرنی فروش هم اولی رو میده شیرازی میخوره دومی رو میده شیرازیه میخوره سومی هم میده شیرازی میخوره شیرنی فروشه میگه پس جادوش میگه ها تو چی به تهرانی رو نگاه کن سر سالم پیداش وکنی